من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون. سلام آقای ترشابی گل، خسته نباشی، وقت شما بخیر. سلام بر همه بچه‌ای که شبکه کلمه واقعا داره شبانه روزی زحمت میکشن، خدا خیرتون بده. آقای شیعه یا خانم، هر کس که هستی، میای شبکه آزاد، شبکه راستگو، میای پوش میری و اهل تسنو توهین میزنی. مرد باش، جرأت باش، چرا میترسی؟ همه بزرگترین آخوندت میفرست بیا داخل شبکه کلمه مذاکره کنه. چرا میترسی؟ شبکه کلمه آزاده. برای شیعه، سنی، هر مذهب، هر دینی داری، نه یا فش دشمن نده، چیزی به دست تمام نمیشه. حالا شیعه چه آخوند، هر کس که هستی، ولی اینا که میان حرف زشت میزنن اکثر آخوندن، میان حرف زشت میزنن. مرد باش، بیا مذاکره کن. و السلام علیکم، خدا قوت. امروز 30 مهر ماه 1400، من یه هشداری رو دارم به مردم ایران میدم که در بسته شدن قرارداد 25 ساله با چین هیچ حرکتی نکردیم. حالا هم نوبت قرارداد 25 ساله با روسیه بیرحم فاشیست جنایتکار فرا رسیده. ما ملت ایران هیچ راهی نداریم به جز که قیام تمام عیار 80 میلیونی در غیر این صورت کشور ما به دست دو قول بیرحم فاشیست جنایتکاری خواهد افتاد که به طور کامل کشور تاریخی ما ایران کاملا از بین رفته و متلاشی خواهد شد و حتی نوامیس ما را از رخت خواب ما بیرون کشیده با خودشون خواهند برد، که این اتفاق در ایران در دوروبر جنگ جهانی دوم شده که می اومدن پیرمردهای شمال ایران شاهد قضیه است. اینا می دونن که چجوری نوامیس مردم می بردن با خودشون روزها. این مردم ایران از خواب قفلت، خواب ترس، خواب بی غیرتی، خواب بی توافقی بیدار بشید. کشور ایران مال ما ملت ایرانه، نه مال آخوندهای کثیف شیطان پرست، نه چینی ها، نه روسیه. آیا حاضرید مرگ با شرف را بپذیرید یا کشور و ناموس خود را از دست بدهید؟ چین، روسیه، ببینید، نه به خانواده شهدا، نه جانبازا، نه سپاهی، نه ارتشی، نه پیدا رحم نخواهد کرد. پس همه با هم قیام کنید. ببینید، برای سرکوبی اعتراضات مردم این رئیسی جنایتکار سپاهی ها را استاندارداری میکنه. این نشانه ترس این رژیم کثیف از قیام مردم است. مردم ایران نباید با گوشی های خودشون سرگرم بشن، خودشون املاف نکنن با گوشی ها جوک ببینن چی ببینن. این نهایت بی‌تفاوت و بدبختیه. تمام مغزها و سرمایه کشور ایران به طرف ترکیه و دبی و قبرس و اروپا داره فرار میکنه. کشور ایران تو خاری داره میشه، ویران داره میشه. عنایت بفرمایید مردم، به غیرت بیایید، بلند شید، قیام کنید. امروزتون بهتر از فرداست، فردا خیلی بدتر، سیاه‌تر از امروزه ها. کاملا اینو متوجه بشید، بی‌خیال نشید، بی‌غیرتی رو تحمل نکنید. بابا این آخوندها خیلی بی‌شرف جنایتکار، رحمی به ما نخواهند کرد، رحمی هم نکردن. دیدید که در همین کرونا خود خامنه‌ای جنایتکار نزدیک به 1 میلیون نفر رو به قتل رسوند با واکسن وارد نکردن. از موقعی که کلمه با شبکه کلمه آشنا شدیم، خدا این شبکه در راه ما قرار داد که واقعا راه درست و راه نادرست را بشناسیم. یعنی میتونم به یقین بگم
شاید صدها نفر که من میشناسم و خود من از طریق همین شبکه که خدا ما را هدایت کرده و این شبکه که در اختیارمون گذاشته و وسیله همین شبکه موحد شدیم. خیلی از شما سپاسگزاریم. خیلی موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تخصص خامنه‌ای من به شما میگم، تخصص خامنه‌ای در دزدی، اختلاس و بدبختی ملت ایران است که ملت ایران و کشور ایران به خاک سیاه بکشه. این تخصصش است و تخصصش خیلی هم بلده. ملت هم افتاده دنبالش، ملت ساندیسخور، البته نه همه ملت ایران، ولی بعضی ساندیسخور هستن افتادن دنبالش با اسلحه و زور پول و دلار. تخصص اصلی اصلی اثناشریا آخوندا دوزی، اختلاس و فهاشی، این تخصص اصلیشونه. اگه ولی بدبختی اینه که ما ملت ایران تحقیق نمی کنیم. اگه برید تحقیق کنید، در هر چند مدتی که آخونده به قدرت رسیدن دیگه تخصصی نداشتن، دروغ، اختلاس، فحاشی، بدبختی، دین و دنیا را از بین بردن، همین تخصصشون. بهتون گفتم برید تحقیقات کنید. 5 قرن قبلا هم اینا قدرت به دست داشتن، در اون 5 قرن چه کار کردن؟ ولی بدبختی اینه ما تحقیقات نمی کنیم، تاریخ بررسی نمی کنیم، فقط گفتن سید پلان پلان، خلاص. خاک تو سر این سید خلی علی خامنه‌ای، خاک تو سر اون طرف داراش، خاک عالم تو سر همه آخونده دروگو کذابا، اینا همه دروغگوان. تخصصشون در دروغ، در دوزی، در فحاشی خیلی واردن. سلام، هسته نباشید. موضوع صیغه، کسانی که دوست دارند که خواهر و مادران دیگران را صیغه کنند، این خواهشات نفسانی را دارند که میخوان خواهران و مادران دیگران صیغه اونا بشن. همونطور خواهران و مادران خودشون هم این خواهشات نفسانی را دارن. اگر یکی از اینا خواهرش یا مادرش بیاد بگه، فرض کنید خواهرش یا دخترش بیاد بگه، بهش بگه که بابا من دوست دارم با اون پسره 1 ساعت صیغه باشم، آیا قبول میکند؟ چطوری حاضر هست دختر دیگران را صیغه کند ولی حاضر نیست دختر خودش صیغه یکی دیگه بشه؟ پس بدونید که این دین نیست، یک فریب، یک مکاری است که خامنه‌ای و خمینی و ابن سبع اول شروع شد تا الان آوردش. این دین کلینی، دین اسلام نیست. اگه تویی که دوست داری خواهر و مادران دیگران را صیغه کنی، پس حاضر هم بشو که دختر خودت بیاد پیشت بهت بگه بابا من دوست دارم با فلان شخص 1 سال صیغه باشم، باید قبول بکنی. اینو قبول میکنی؟ من همین سوال را از آقای رضایی هم داشتم تو شبکه نور، جواب نداد. آقای رضایی، تو طرفدار صیغه هستی؟ اگه یک روز دخترت بیاد بهت بگه که من دوست دارم با اون شخص 1 ساعت صیغه باشم، قبولش میکنی؟ قبول میکنی که دخترت 1 ساعت صیغه اون یکی بشه؟ چطوری حاضر هستی دختر دیگری را صیغه کنی یا مادر دیگری را صیغه کنی؟ آقای رضایی، دین شما، آقای رضایی، دین یهودیت است. اونا فرقشون اینه که مستقیم پول میدن، شما یک کاغذی روی یک کاغذ می نویسید و میگید ما ازدواج موقت کردیم. ازدواج نیست آقای رضایی، این زناست.
من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. که شما هنوز از رو نمیگید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.